با نام یاد خدا و سلام بر شما. با رویدادهای خبری این ساعت از ژوندون خوش آمدید. در آغاز مهمترین عناوین اخبار. کمک‌های اتحادیه اروپا با افغانستان. اتحادیه اروپا 40 میلیون یورو را به منظور تطبیق واکسن فلج و حمایت از اطفال در اختیار افغانستان قرار می دهد. نشست سه روزه علما بی نتیجه بود. نشست علما نتوانست برای بحران جاری در کشور راه حل ارائه کند. کشف و ضبط ده ها میل اسلحه که قرار بود به پاکستان قاچاق شود. قماندانی امنی ولایت کنر می گوید از قاچاق ده ها میل اسلحه به پاکستان جلوگیری شد. و در اخبار جهان خواهید دید که تیراندازی در دنمارک سه کشته بر جا گذاشت. جزئیات بیشتر خبر، من آرزو سادات هستم. صندوق حمایت از کودکان یا یونیسف میگوید اتحادیه اروپا 40 میلیون یورو را برای تطبیق کمپاین واکسن فلج اطفال و حمایت از کودکان در اختیار افغانستان قرار میدهد. یونیسف با ابراز نگرانی میگوید مبتتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان در سراسر کشور، کودکان با خشونت و تهدیدهای دیگر مواجه هستند. در داخل کشور از این کمک ها استقبال می شود، اما صاحب نظران تاکید می کنند که این کمک ها باید از سوی وزارت های صحت، آموزش و پرورش به گونه شفاف و افراد نیازمند توزیع گردد. اخیراً اتحادیه اروپا به منظور 40 میلیون یورو را برای نجات و مراقبت کودکان افغان در نظر گرفته که حدود 25 میلیون این پول در بخش واکسن پولیو و 15 میلیون دیگر آن بر حمایت کودکان در افغانستان هزینه خواهد کرد. اندریاس فون براند، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، بیرون شدن کودکان از افغانستان را خطرناک خوانده و میگوید اتحادیه اروپا به این دلیل با یونیسف 15 میلیون یورو اضافه کمک میکنند که دختران و پسران که به کمک نیاز دارند و کودکان که در معرض خطر مهاجرت قرار دارند را کمک کنند و غیر از مهاجرت برای آنها راه های بهتری دیگر انتخاب کنند و زمینه کار برایشان فراهم گردد. همچنین در کنار قدردانی از کمک‌های اعلان شده اتحادیه اروپا، صاحبان نظر می‌گویند با توجه به وضعیت کنونی افغانستان این کمک‌ها هنوز هم بسنده نیست و خواهان کمک‌های بیشتر هستند. من دیو دیتوار تمرست تا هر کله وای خدا ډیر کم ده 20 میلیون یورو چې دی افغانستان د درې تر کال جنگ زپلې ده اقتصادي ستونزې پکې دي او وړو ماشومان سوې تغذیه سره ډیر مخ دي او ډیر زیات ضرورت لري دی غته د 20 میلیون بیام که خیر تونه لگه میمگه هر کلی که و استقبالی که و پا کار در چه روپایی تولنه زکر در روپایی تولنه در لدنه تو چند هم رسیده و که از سوی همشمار دیگری از این کمک ها استقبال کرده و بر توزیع شفاف این کمک ها تاکید میکنند. در یو دیر نیقی قدم دیمو گستایو پا دست شرایطو که چی مو دی سخت اقتصادی و بحران سر لاس و گریوانیو زمگو مشومان دی کخته سر مخمخ دی تول پسوی تغذی بانده اخته دی تقریبا نو ستونزا پکې ایوا داده کدی دغه ستونزې د پاره حل راوځي چې دا غم راستي دی د افغانستان د روغتیا وزارت او د ښوونې او روزنې وزارت سره دی همغږي شي چې دوی په ذریعه باندې ارمنو کسانو تا د دوو پیسو نه سمه ګټه پورته شي. این اداره از وضعیت فعلی کودکان افغان ابراز نگرانی کرده و خواهان کمک بیشتر شده است. این نخستین بار نیست که اتحادیه اروپا در بخش های مختلف به افغانستان کمک کرده، بلکه قبل از این نیز این چنین کمک ها صورت گرفته بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر در واکنش به نشست علمای دین میگوید این نشست نتوانست برای بیرون رفت از بحران فعلی راه حل ارائه کند. این کمیسیون که اکنون در بیرون از افغانستان فعالیت میکند در توییترش نگاشته امارات اسلامی با این گونه نشست ها نمیتواند مشروعیت داخلی را به دست بیاورد، اما امارات اسلامی از این نظر کمیسیون حقوق بشر ابراز ناامیدی کرده است. نشست علمای دین برای بیرون رفت از بحران جاری کدام نتیجه مثبت نداشت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید نشست امارت اسلامی برای بیرون رفت از بحران فعلی راه حل پیدا نکرد. این کمیسیون بر شفافیت، مشروعیت، فراگیری و اجازه ندادن رسانه‌ها برای پوشش خبری شدیداً انتقاد کردند. آجنده این نشست با احزاب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شریک نشده بود و امارت اسلامی یک آجنده پنهانی ساختند و بالای مردم تحمیل کردند. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی میگوید در این نشست از تمام ولسوالی‌ها و ناحیه‌های افغانستان مردم اشتراک کرده بودند. در این نشست 4599 تن اشتراک کرده بودند. این اکثریت بزرگ است که علما در آن گردهمایی کرده بودند.
و نظام را مشروع دانسته و از آن حمایت میکند. در این نشست روی موضوعاتی که خواست مردم افغانستان بود بحث صورت گرفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از امارت اسلامی به دلیل لغو ساختار سازمانی، قطع بودجه و عدم نیاز به فعالیت این کمیسیون انتقاد کرده است. قماندانی امنیه ولایت کنر ده حامل اسلحه سبک و سنگین را در ولسوالی شلتن کنر ضبط کردند. قماندان امنیه ولایت کنر میگوید ده حامل سلاح سبک و سنگین و مقدار زیاد از مهمات را در جریان یک عملیات ویژه کشف و ضبط کردند که قاچاقماران میخواستند آن را به پاکستان انتقال دهند. قماندانی امنیه میگوید تلاش برای دستگیری این قاچاقچیان از سوی نیروهای امارت اسلامی جریان دارد. این اسلحه و مهمات مختلف از سوی مسئولین قماندانی امنیه ولایت کنر در مربوطات ولسوالی شلتن کنر کشف و ضبط شده. قماندانی امنیه ولایت کنر میگوید قاچاقیان میخواستند این مهمات را به پاکستان انتقال دهند که از سوی نیروهای امنیتی در یک جریان یک عملیات ویژه ضبط شد. آنها میگویند سلاح‌های کشف شده شامل سلاح‌های سبک و سنگین و مقدار زیادی از مهمات است، اما در این باره کسی را بازداشت نکردند. قماندانی امنیه میگوید نیروهای امنیتی تلاش دارند تا به زودترین فرصت قاچاقبران این مهمات را دستگیر کرده و به قانون بسپارند. نو تر اوسه پورې تحقیقات روان دي. نو کله چې خلک دمر لاس تراشي بیا په هغه وخت خبره څلور مله راکټونه دي، څلور پکاوې دي او مختلف نور دغو مهمات دي، او په دې کې دغه امر 16 چې ورته وایي امر 16 دي او کلاشنکوفونه دي، جمرې دي او د راکټ مرمۍ دي، د سکل مرمۍ دي، کلاشنکوف مرمۍ دي، زیات شیان دي. نو موږ تاسو بل مشاهده پستر. مسئولین امنیتی ولایت کنر همچنین میگویند در تمام مناطق این ولایت امنیت کامل تامین است و برای هیچ کس اجازه حمل سلاح غیرقانونی و قاچاق تجهیزات دولت را نمیدهند. آنها از مردم میخواهند به منظور بهبود امنیت با نیروهای امنیتی همکار باشند. مجاهدین چې څومره د امارت دي دا ټول الحمدلله ویشتي ویده نه دي، خو څه بیداره یو او دې نه بعد به هم بیداره یو. او موږ خپل ولس ته پوره اطمینان ورکوو چې که بالفرض و تقدیر څوک وغواړي چې د بیت المال اسلحه بې جایه یا په چا باندې خرڅوي یا یې وړي، نو تلی به نه شي د الله په فضل، ځکه د موږ ټول ورګانونه په امانګي باندې وي سره هم د استخباراتو ملګري، داخلي امنیت ملګري، د قمندانیو د ولسوالیو د ولایت په سطح انشاءالله الرحمن بیداره یو دوی، خو نو بیا کارونه الهي تقدیر مسلې دي. این نخستین بار نیست که از قاچاق ده ها میل اسلحه سبک و سنگین و مقدار مهمات جلوگیری صورت می شود، بلکه قبل از این نیست از قاچاق یک رادار صدها میل اسلحه سبک و سنگین و مهمات و تجهیزات نظامی جلوگیری صورت گرفته است. ژاپن به افغانستان در بخش پروژه های انکشافی وعده سپرد. ژاپن در افغانستان کمک های بشری و انکشافی را وابسته به سیاست نمیداند. سفیر ژاپن برای افغانستان در قطر با وزیر خارجه امارت اسلامی دیدار کرد و وعده سپرد که در بخش زیربنایی به افغانستان کمک و همکاری می نماید. در این حال کارشناسان اقتصادی می گویند با آغاز پروژه های توسعه‌ای مشکلات موجود در کشور حل و در کنار فرصت های کاری کشورهای دیگر را نیز تشویق خواهند کرد تا پروژه های ناتکمیلشان را در افغانستان دوباره آغاز و سرمایه گذاری نمایند. وزیر خارجه امارات اسلامی در قطر با سفیر کشور ژاپن دیدار کرده است. در این ملاقات متقی از سفیر ژاپن خواست که در بخش‌های زیربنایی افغانستان کمک نمایند، اما سفیر ژاپن وعده سپرد که پروژه‌های انکشافیشان را از سر گیرند و افزود که کشور ژاپن کمک‌های بشری و انکشافی را در سیاست دخیل نمی‌سازند. اما قبل از این شمار دیگری از کشورها نیز در مورد سرمایه‌گذاری در افغانستان علاقه نشان دادند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند با آغاز پروژه های انکشافی اقتصاد کشور خوب خواهد شد. آنها می افزایند با آغاز این پروژه ها کشورهای دیگر نیز تشویق و آغاز پروژه های ناتکمیلشان در افغانستان خواهند شد. آن لوری افغانستان سره د پراختیایی پروژو په تطبیق کې همکاری د مهم عمل ده. لدی پروژو په تطبیق سره کېدلی شي چې پیسې د عام افغانانو لاسته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه پریوځي. که چېرته ژاپن په افغانستان کې پراختیایی پروژې تطبیق کوي، نو طبعا نور هغه هیوادونه او نړیوال بنسټونه چې په افغانستان کې پروژې نیمګړې پاتې دي، هم دې ته هڅیږي چې یا د نیمګړې پروژې تکمیل کړي او یا هم نورې اساسي پروژې چې د افغانانو د ژوند په سطح کې رغنده رول لوبولی شي تطبیق کړي. در این حال کارشناسان اقتصادی میگویند ژاپن از جمله کشورهای دارای اقتصاد بلند است و گفته آنان اگر ژاپن در افغانستان پروژه های انکشافیشان را آغاز کند به شمار زیادی از مردم زمینه کار فراهم خواهد شد. لکه څنګه چې ژاپن د افغانستان سره پراختیایی برخه کې د کومکونو ژمنه کړې
زما فکر یوازې جاپان دی چې د افغانستان سره خصوصا په پراختیا برخه کې کومکونه مخکې هم کړی دي او اوس به هم ژمنه کړی. دا زموږ په ټولو کاریابۍ کې په اقتصادي برخه کې په ټولو برخو کې د روش سبب ګرځي. که بیا هم دوی مرستې شروع کړي زه فکر کوم چې ډېر په لوړه کچه به افغانانو ته د کار زمینه برابر. در عین حال کارشناسان بدین باورند که جاپان با افغانها بدون خواست هیچ بدیل همکاری می نماید و در امور افغانستان مداخله نمی کند. آنها می گویند با آغاز کار روی این پروژه ها روابط میان افغانستان و جاپان مستحکم خواهد شد. جاپان هیواد چې په آسیا کې یو لوی صنعتي هیواد دی د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره ډېرې ښې نیکې اړیکې درلودلې دي چې اوس هم جاپان او په تیر کې هم ډېرې مرستې د افغانانو سره کړې دي. البته بلا عوضه مرستې هغوی په موږ کې ډېر سیاسي لاسوهنې نه کوي نه نظامي لاسوهنې کوي ځکه چې دا د اړیکو په جوړولو کې یو ښه مثبت قدم دی. قابل ذکر است که در این اواخر کشورهای روسیه، تاجکستان، ایران و چین در افغانستان در بخش‌های مختلف علاقه به سرمایه گذاری نشان دادند و از امارات اسلامی خواستند تا زمینه سرمایه گذاری را برای آنها فراهم سازد. حمله مسلحانه بر موتر حامل امارات اسلامی در هرات تلفات بر جا گذاشت. مقام‌های ولایت هرات می‌گویند که در نتیجه حمله مسلحانه بر بس حامل کارمندان قلوردی 207 الفاروق امارات اسلامی دو نفر کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد صبح امروز در ساحه نمبر 1 از مربوطات ناحیه 4 شهر هرات رخ داده است. این در حال است که محمود شاه رسولی سخنگوی قماندانی امنی هرات با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که پس از این حمله نیروهای امارات اسلامی وارد اقدام شده و توانستند که یکی از مهاجمان را از پا درآورند. بر اساس معلومات مهاجمان 3 نفر بودند که 2 تن دیگر آنان پس از گلوله‌باری از محل فرار کردند. تا اکنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است. روند انتقال زائران حج به عربستان سعودی تکمیل شد. وزارت ارشاد حج و اوقاف میگوید که روند اعزام زائران حج به عربستان سعودی تکمیل شد. این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفته است که آخرین تیم از حاجیان افغان به شهر جده اعزام شد. بر اساس معلومات وزارت ارشاد حج و اوقاف، حاجیان افغان تی 41 پرواز توسط شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر از طریق میدان‌های هوایی کابل، بلخ، قندهار و هرات به عربستان سعودی انتقال داده شدند. گفتنی است که روز گذشته ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، نیز برای ادای فرضی حج به عربستان سعودی سفر کرد. معاونیت نخست ریاست الوزراء اعلام کرد که قرار است ملا برادر در جریان سفرش به عربستان سعودی با مقام‌های این کشور نیز دیدار کند. گفتنی است که در سال جاری 13582 افغان برای ادای حج به عربستان سعودی سفر کردند. پاکستان به افغانهایی که تذکره تابعیت داشته باشند اجازه سفر به افغانستان را می‌دهد. مقام‌های امارات اسلامی در تورخم می‌گویند پاکستان توافق کرده تا فرارسیدن عید قربان به افغانهای دارنده تذکره و کارت هویت اجازه رفتن به افغانستان را می‌دهند. سید غازی الله هاشمی کمیسار تورخم می‌گوید که با پاکستانی‌ها در تماس نزدیکند تا مشکلات در نقطه صفری را حل کنند. پاکستان پس از آن به افغانهای اجازه رفتن به افغانستان را داد که یک مرد افغان روز شنبه در مرز خود را در زیر یک لاری کرد و به زندگی خود پایان داد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به این رویداد واکنش نشان داده و از پاکستان خواست که همسایه خوب باشد. وزارت صحت عامه میگوید اداره بررسی تطبیق قوانین صحی تخار 12 دواخانه را در ولسوالی بهارک مهرلک کردند چون به گفته این وزارت این دواخانه ها بدون مجوز فعالیت داشتند. مسئولین میگویند 19 باب فارمسی در ولسوالی بهارک مورد نظارت و بررسی قرار گرفت که از این جمله 12 باب آن از طرف تیم نظارتی تخار با حضور داشت نمایندگان ادارات همکار تا امرسانی مهرلک و مسدود گردید. به گفته این مسئولین در جریان روند نظارت مقدار از ادویه تاریخ گذشته نیز جمع آوری شده. وزارت صحت عامه میگوید که این روند را در دیگر ولایات افغانستان هم آغاز کرده است. و خبر اخیر این که نیروهای امنیتی عزیز الله فضلی را با مکتوب جعلی دستگیر کرد. منابع نزدیک به حکومت به رسانه ها گفته که عزیز الله فضلی رئیس پیشین کرکت بورد از سوی قماندانی امنیت در کابل دستگیر شده است. این منبع به یک رسانه جهانی گفته است که عزیز الله فضلی پس از آن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد که روز قبل آن تلاش کرد تا به کرکت بورد داخل شود. و گفته منابع آقای فضلی به نام رهبر امارت اسلامی مکتوب جعلی مقرر شدنش را با خود داشت و خواست که به ریاست کرکت بورد داخل شود. منابع گفتند که رئیس پیشین کرکت بورد به امر رهبر حکومت رئیس الوزراء دستگیر شده است. در همین حال کرکت بورد افغانستان به رسانه ها گفته است که عزیز الله فضلی رئیس پیشین روز گذشته تلاش داشت تا در اوقات غیر رسمی به کرکت بورد داخل شود که از سوی مسئولین امنیتی برایش اجازه داده نشد و از دروازه ریاست برگشتانده شد. از سوی همین کار رئیس پیشین با انتقادها در صفحات اجتماعی روبرو شده است و مسئولین کرکت بورد این کار امارت اسلامی را یک اقدام نیک می دانند.
با سپاس از شما و همکاران بخش تکنیک رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از ژوندون. ممنون که بیننده خبر از ژوندون بودید. تا دیدار، خدا نگهدار.